خب بعضی بچه های دکتر عادت میکیدن انگوش رو دارن، اونها هم میتونه ناهنجاری در فک ایجاد بکنه؟ حتما. خب چه اتفاقی میفته؟ ببینید یک کودکی که انگوشش رو میمکه، ناخونش رو میمکه، خب، لبش رو میمکه، زبانش رو میمکه، این کودک دچار استرس توه یا محیط خونه یا محیط مدرسه، رجوع میبره به انگوش میکیدن، رجوع میبره که شستش رو بمکه. خب اینو ما چیکارش بکنیم؟ روانشناسا با ما میگن تا 5 سالگی اصلا دست به این نزنید، ولش کنید، چون از لحاظ روحی روانی خیلی صدمه بهش میرسه. ما هم تا 5 سالگی یا 6 سالگی به این کودکیش کاری نداریم، حالا یه ذره بیشتر 6 سالگی رو میگیریم، همون شروع خدمات ارتودنسی دیگه. بله، ولی دیگه بعد از 6 سالگی دیگه این کودک نباید انگوششو بمکه. حالا اگر انگوششو بمکه چی میشود؟ اگر انگوششو بمکه، وقتی انگوششو میذاره بین دندونهاش، بین دندونهای بالا و پایین فاصله میفته. اگر فاصله بیفته بین دندونهای بالا و پایین، یه گپی ایجاد میشه، یه خلایی ایجاد میشه، یه فضایی ایجاد میشه که این فضا روز به روز بزرگتر میشه. تو اسلاید داشتیم، حالا شاید فرصتی نباشد. بین دندونهای بالا و پایین فاصله میفته، بیمار چهره نامناسبی میگیره، بین دندونهای بالا و پایین فاصله است، نمیتونه تکلم درستی داشته باشه، سین شین صاد زاد رو به خوبی تنفس نمیکنه، بیمار نمیتونه آجیل بخوره، بین دندونهای بالا و پایین فاصله است و این روز به روز بدتر میشه. اینجاست که باید جلوی مکیدن انگشت گرفته بشه. با دستگاه های ساده ارتودنسی میتونیم جلوی مکیدن انگشت رو بگیریم. البته قبل از دستگاه ارتودنسی با کودک صحبت میکنیم، میگوییم که این کارو نکن. خیلی وقتا عمل میکنه، اگرچه پدر مادرم بهش میگه، ولی گوش به حرف پدر مادر نمیده. با یک فرد سالس این کارو بکنه، مثل ما به عنوان متخصص، اول بهش میگیم که این کارو نکن، خیلی وقتا گوش میدن. بهشون میگیم که این کارو نکن، بهش جایزه میدیم، قبول میکنه. ولی اگر نکرد، بهش دستگاه ارتودنسی میدیم. یه دستگاه ارتودنسی که بهش میدیم، بعد از 3-4 ماه اینها دستگاه ارتودنسی سیم داره، وقتی این انگشتشو میبره به اون سیم میخوره، بعدش میاد میکشه کنار. اون دستگاه تو دهانش هست، این انگشتشو میبره میخوره به اون سیم میکشه کنار. چند بار که این کارو بکنه، دیگه دستگاه دیگه انگشتشو نمیمکه. بله.